با عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ورزشی سه، بسیار خوشحال هستیم که باز هم با برنامه نظر سه در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که تا پایان همراه ما باشین و سوال و نظری اگر داشتین مثل همیشه از طریق شماره تلفن 4455 با ما در میان بگذارین. حتما مطلع هستین چند پیش رقابت های مبارزات آزاد در روسیه و در سازمان OFS برگزار شد. اجمل اتلوال و باز محمد مبارز از افغانستان قرار بود که در این مسابقات برابر حریفان خودشان به میدان بروند. مسابقه اجمل اتلوال برگزار شد و مسابقه آقای باز محمد مبارز هم که شما دیدید به چه شکلی به پایان رسید. بنابر رسالتی که داریم و ای که همه واقعیت ها رو به مردم افغانستان بگوییم بی طرفانه و بدون از اینکه سمت کسی یا جریان را بگیریم، امشب تصمیم گرفتیم بعد از بازگشت آقای باز محمد مبارز به افغانستان ایشان به برنامه نظرسنج دعوت کنیم تا در مورد این مسابقه و حرف و حدیث های بسیار زیادی که در پیرامون این مسابقه ایجاد شد با ایشان صحبت کنیم. خیلی دوست داشتیم که در برنامه امشب آقای درمل لاهو هم همراه ما می بودند تا ما یک طرفه به قضاوت نمی نشستیم و امیدوار هستم که اگر روز فرصت بشه به خاطر که عدالت رعایت شوه و توازن برقرار باشه در خدمت آقای درمل لاهو هم باشیم و یا اگر آقای لاهو صدا و تصویر ما رو در هر کجایی که هستن بشنوند میشنوند تماس بگیرن به برنامه و نظرات خود بگوین هم خوشحال خواهیم شد. خب آقای لاهو در افغانستان نیستن و دست ما کوتاه هست از اینکه ایشان را دعوت میکردیم به برنامه نظر سه. آقای باز محمد مبارز و قهرمان نامدار ورزش افغانستان مهمان امشب ما هستند. آقای مبارز بسیار خوش آمدید. سلام، ما در قدم نخست سلام احترام خود خدمت شما و همکارای عزیزتان تقدیم میکنم و از این گذشته درود میفرستم بر روی روان پاک شهدای حادثه های آخری که بخصوص در شفاخانه 400 بستر صورت گرفت. یک تعداد زیاد از هموطنهای عزیز ما به شهادت رسیدن و یک تعداد دیگر مجروح شدن و به شهیدای حادثه از خداوند جل جلاله آرزو جنت میکنم و بر زخمی هایشان شفای عاجل میطلبم و بر فامیلا و بازمانده هایشان صبر جمیل را استدعا میکنم و موضوع گذشته امی لحظه ای طرف می آمدم طرف شبکه شما که یک حادثه دلخراش دیگه در منطقه سایه حوزه ده صورت گرفت که تعدادی از هموطنهای بیگناه و مظلوم بیچاره و در دیده دیگه ما جانای شیرینشان از دست دادن و ما لعنت مفرستم برای دشمنای مردم افغانستان و افغانستان که همچو عملات ناجوان مردانه و غیر انسانی و غیر اسلامی را در افغانستان انجام میدن. سلامت باشی. ما هم از حادثه امروز مثل که در حادثات گذاشته هم تسلیت گفتیم، تسلیت میگیم، امیدوار هستم که بالاخره روزی برسه که شاهد این مسائل در کشور عزیز ما نباشیم. خب آقای مبارز، مسابقه ای که قرار بود شما در سازمان OFS برگزار کنید ابتدا یک حریف کامرونی بسیار قدرتمند داشتید اگر اشتباه نکنم، نامش هم من فراموش کردم، بعد ناگهان یک کس دیگه از کنگو اگر اشتباه نکنم گفتن از کنگوست، بسیار ضعیف و ناتوان و که اصلا حریف شما نبود، خیلی هم زود تسلیم شد. حتی خیلی معتقدن که ضربات شما به ایشان برخورد نکردن اصلا و اونا آمده بودن که تسلیم شون. میشه در مورد این مسابقه و این که چی شد که حریف شما از یک حریف بسیار خوب تبدیل شد به یک حریف ضعیف؟ تشکر. من یک ماه پیش از این مسابقه یا 25 روز پیش از این مسابقه تصمیم گرفتم برم تایلند به خاطر تمرین و آمادگی مسابقه.
ولی ما موفق شدم که برم تایلند و با تمرینات خود شروع کردم. متفاوت با دیگه تمرینات و دیگه سفرهایم که در تایلند میکنم، شما باور به خدا کنید با وجودی که در پیش ترینرهای عام تمرین میکردم، دو دانه ترینر، یکی در بخش ممی مکس و یکی در بخش مویتای، ما اسپیشل ترینر گرفتم که برای گفت فیس علایدگی میپرداختم که زیاد زحمت کشیدم، زیاد فرق ریختاندم، زیاد فشار سر خود قبول کردم چون وقت ما کم بود. دوش های ما به مو ترتیب آمادگی های بسیار خوب گرفتم که از اونجا هم برگشت کردم آمدم امو شب که کابل رسیدم که صبحش باید پرواز میکردم مسکو میرفتم، رفتم پیش ترینرهای در افغانستان که از استاد واسی قیمی تمرین کردم، گفتم یک چک بکو چطور از و هم تمرینات ما چک کرد و به استاد خیبر عمل خیرم پیش رفتم و هم چک کرد. از هر لحاظ برنامه خوب بود، دعای استادم هم گرفتم، رفتم به دلیل وقت کم بودن و ندادن ویزا بر ترینرهایم نتونستم یارم ببرم. رفتم در 2 مارچ من مسکو رسیدم، ولی نمیفهم اس داشتم که امیتو احساس خوب نداشتم در این مسابقه، ولی نمیفهمیدم که ایتو یک دسته خیلی بزرگ ناجوان مردانه در پشت صحنه در برابر ما صورت میگیره. به او خاطر ما شب وزن کشی شد با جمع افغانا و دیگه دوستای ما بودن، عبدالنافی الکوزای، اجمل و بشیر جان و چند تای دیگه، یاسین و فردین، یا رفتیم وزن کشی. در وزن کشی هر کس می طلبه ریفایش وزن کشی میشه و ما فقط امی سیل دارم چهار بغل کریف ما گجاست. ما یک کس را، یک فایتر سیار ایگ نمی بینم، امی عریف ما خو یک سیاه پوست بود. خب خلاصه اما تو وزن کشی خلاص شد، ما رفتیم پیش رئیس هم، گفتم ما خو ماندم، گفتم عریف ما گجاست. گفت عریف تو ساعت 10 بجه نشست میکنه، شما نری وزن کشی، شما ساعت 10 بجه میشه، یعنی 9 بجه شب. مده به شب 7 بجه وزن کشی شد، خلاص شده بود. یعنی رئیمی صاحب، ما شما امروز در این دنیا آمدیم، سبا از این دنیا میریم و دروغ گفتن خودش تاریکی ایمان است و در خود قرآن آمده که دروغگوی دشمن خداست. و هر گپی که ما امروز اینجا میزنم این حقیقت داره، دروغ نمیگم و اگر دروغ میگم در حقیقت من دشمن خداستم. و به او خاطر ای گپ زدم که جامعه ما شما یک جامعه اسلامی است، کلگی به خدا به قرآن ایمان داره و به او خاطر من ای گپ زدم که گپای ما دروغ نیست، کلش راست است. 10 بجه شب 6 تا 11 بجه شب شد، برای رئیس سازمان تماس گرفتیم، گفت که عریف تو چیز است، تابال نامده. خلاصه 1 بجه شب شد، گفت که 11 بجه عریفت نشست که در مسکو رفت استراحت کرد، سبا بیا وزن کشی میشه. سبا تو از خواب خیستیم، بچه ها را زنگ زدیم، آمدن زیر هتل و کدمه رفتن، زنگ زدیم به رزی، گفت که ساعت 11 بجه، ساعت 3 بجه بیایی در هتل، همیجا وزن کشی میشه. ما دیگه تا او اخیج ایج دیگه متن نشر نکدیم، در فیسبوک هم در برنامه های همی وزن کشی را نیفتیم. مردم از مسیج میکنه، برام پیام میتا و زنگ میزنه وزن کشی چطور شد، چه کار شد، ایج من جواب ندارم که بتم. خب اینجا 3 تاک رفتیم، در هتل رفتیم، 3 بجه شد، باز تماس گرفتیم که او رئیس سازمان رفته و سون مسابقه که برگزار میشه در سالون او اوجا بود، گفت که اینجا بیایی، گفت ما از اوجا آمده اینجا بیا اینجا عریفت نشان میکنیم. تا اوجا رفتیم اوجا، خب مسکو خورد نیست، کلان جای از تا که میری 2 ساعت یک جای دبر میگیره. اوجا که رفتیم 5 و 10 دقیقه رسیدیم که 7 بجه مسابقه است. تا او وقت ما برای کس چیز نگفتیم. اوجا که رفتیم امی افغانا کلی کدمه بود، امی اسکایب زنگ زد، در چیز وایساب زنگ زد، امو عریف سابقه ام کدمه که جورش داد نه، او را بر من نشان داد، گفت اینی عریفت هست در اتاق شستم میایاله. او امی افغانا هم که از او کدمه که بود در انگلیسی کشگفت زن، بادره سازمان گفت اینه باز آمد عریفت بیا حرکت کن. مرا گفت اینه دل جمع شد، مرا گفتم ما گفتم، ولی که می بود یک وزنش هم ولی در این فرصت کم آیا امکان وزن کشی وجود داشت که اونا اگر می آمدن این فرزن عریف اصلی تا نمگر می بود؟
خب ولی ترازو اونجا بود میتونستم حداقل قناعت خود فراهم بکنم، یک سر ترازو بالایش میکردم که وزن تا بالا وزنش بالا نباشه یا پایین نباشه، اما کار کردم میتونستم. ما هم دمی فکر بودم که حداقل ما میعرف ما ببینم دمی سر ترازو بالایش کنم آیا امی دمی وزن 70 کیلو است یا ای 77 است یا 80 است. ترسم از این بود که حریفم بالا نباشه. ای گفت که نه، حریفت یک کیلو هم بالا نیست از 70 کیلو، 70 کیلو، چون ما هم خود 70 کیلو جور کرده بودم. ای رفتیم گبرو دیگه نال لباس و چیزای تا پوش خود نرمش کو آماده باش که ما هم خوشحال شدیم کل لگی. این با واقعیت برات میگم که امی رنگ رویم و چیزم بخی خم تازه شد، خوش شدم، رفتم لباس هم پوشیدم، امو جا نرمش کردم. یکی از فایترهای دیگه ما شما به نام خوجه نصیر یا هم از دیگه شار بود نه یا محمد در اینجا میره گفتم دیگه تو چیز بکن. ما آجل امو جا اکمت نام نشر کردم در فیسبوک که اف وجه امشب مسابقه ما لایف از طریق تلویزیون افغانستان و مسکو ببینیم. در نرمه شروع کردیم، مسابقه شروع شد، جوره اول شد، جوره دویم شد، جوره چهارم مسابقه اجمل اتالوال بود. یک اجمل آمد، از پشت اجمل نوبت ما رسید که امی عریفی که دیگه که تقلبی جور کرده بودن ای را تلبیس بودن داخل رنگ. یک دفعه امی اجمل اما تو نفس سوخته آمد گفت که چیز از عریف تو تغییر کرده در دیگه کس است. ما گفتم چی میگی تو؟ او را یک مذاق هم گفتم تو چی بد میکنی؟ گفت نه به خدا. وقتی که هی گپ از این را شنیدم رای میسن با واقعیت گفتم من زمین چاک شد و زیر زمین در آیم دیگه این نبرایم. حالا ما جواب یک ملت بستر چی بوده میجا خود به خودی ثابت میزازه که ما اینجا تقلب کرده میجا عریف یک چی را بر مردم معرفی کرده میجا داخل قفس دیگه کس میایا ای چطور گپ شدی؟ قناری گنجشک شده دیگه بیخی دیگه. همی ده تا دوست های کدمه که بود سونر کدامش دیوانه ها رو میدویدم که ما چی کنم، هیچ کس جواب نداره. وام یک رقم هیجان شده بودن برامه جواب ندارن بگوین. خلاصه من ایجا تصمیم گرفتم که درمل لاوو کار خود کت، ولی اگر ما آل ای گپ افشا بسازم که در پشت قفس هستم که کارمندا آمدن که مخابره ما رسون قفس میبرن، اگه ای گپ افشا بسازم که ما فلانی ای کار کده دست فلانی است، چرا سازمان ای کار کد کده زی، اگه ای گپ حال دامن بزنم من را نمیمانن که ولی که داخل قفس برم. هدف ما ای بود که ما داخل قفس برم، هدف مسابقه نبود که یک کسی که هیچ ورزشکار نبوده دارم او را آورده بودن. هدف ما این بود که برم امی مایی که برای ما بودن من گپ بزنم. پشت قفس اگر شما متوجه باشه که آمدم و موجود دو نسته این افرسا هرچی گفتم کمی پیش از مسابقه یک دقیقه مایی که برای ما بودن گفت نه، رئیس سازمان گفته قانون نیست تا که فاید نکنی مایی برای داده نمیشه. و ما داخل قفس که در آمدم دیدم که بیادایی ما یک موش آوردن اونجا استاد کردن، اون نه ورشکار رو وزنشان بیخی کم 60 کیلو بود. خب ایستسون از سعی کردم بیخی طبیعتم خراب شد دیگه. اوجا که در آمده میره یک لوکیک زدم گفتم یک مشت بزنم تا هم دست ما ورداشتم و خدا انداخت داد. روی خدا دور داد در زمین انداخت. ایجا خونه وقت ما موفق شدم مایی که گرفتم گپایی که داشتم گپای خدا زدم و خدا را شکر که امو ملت آگاه مردم افغانستان کل قطع فامیدن گپ چی سراسر دنیا کلگی امو احساسات خود نشان دادن. و در حقیقت یاد شب 4 مارچ تصمیم گرفته بودن که حالی که ما پسان پسان تحقیق کردیم این گپ از کجا سرچشمه گرفته بود که 20 روز پیش از این درمل لاوو در کابل آمده بود و اینجا در کدام دفترها ششته بودن این تصمیم ناجوان مردانه را گرفته بودن و از اینجا خیستن رفتن اونجا رفته و این چطور با سازمان خود نزدیک کرد با کدام وسایل و گپ و سخن. این گپ هایی هست که پسان پسان برآمده رئیس و روشن شده میره و کیای دیگه کدام سند خیلی قاطع و تو اجازه بده وجود داره و دیگه کیا در این گپ دست داشت. خب بفرمایید. و دیگه کوتاهتر جن وقفه داره. و معلم این بود که کیا دیگه کی کسا در این دست داشت. این گپایی است که پسان پسان تقیب شوه این روشن میشه. درست. خب یک وقفه کوتاه داریم بینندگان عزیز، بعد از وقفه دوباره این بحث با آقای مبارز ادامه خواهیم داد.
خب با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، با ادامه برنامه نظرسنجی در خدمت شما هستیم. آقای باز محمد مبارز، رئیس یا سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی و یکی از ورزشکاران نامدار مبارزات آزاد افغانستان، مهمان امشب ما هستند. مبارز صاحب، در وقفه قبلی شما گفتین که برای تغییر حریف شما از یک حریف مناسب و پرقدرت به یک حریف ضعیف دستایی در کار بوده که شخصا از آقای درمر لاهون هم بردی. سوالی که ما از شما داشتم ایست که طبق قوانینی که سازمان های مبارزات آزاد برگزار میکنن، ایز شما جواب بدین که قانونشان چه رقم است. طبق قوانین اونا آیا قرارداد بین دو تا ورزشکاری که با هم قرار است مسابقه بده انجام میشه یا نه؟ بله، 100%. چرا نمیشه؟ قرارداد هر کسی که در سازمان قرارداد میکنه مسابقه میکنه، قرارداد میکنه. بدون قرارداد سازمانایی که معتبر باشه، بدون قرارداد امکان نداره که مسابقه برگزار کنه. امی حریف کامرونی که شما داشتین، آیا شما امروز قرارداد کرده بودین که مسابقه میدین در اینجا؟ من که عریفم عقل ندارم. خب من منظور ممی سوال ممی بود که آیا دو ورزشکار با هم قرارداد میکنن؟ نه یا نه؟ نه، ورزشکار با سازمان قرار داد. سازمان او که سازمان چیز میکنه، ما را سازمان جوره میکنه. درست. و این که سوالی که برخی از بینندگان از ما دمی چند روز از ما پرسیدن نیست که معمولا ورزشکارا چند روز پیش از اینکه مسابقه شان برگزار شوه، از آمدن یا نیامدنشان، از بودن یا نبودنشان همدیگر مطلع میسازن. مثلا همین حریف شما کامرونی نیامد، چند روز پیش باید طبق عرف خبر میداد به سازمان یا به شما که من نمیایم؟ ببین، ما این سوال شما ما پیشتر از این که فراتر ما تو گپا را زدیم بحث کردیم. حال گپ پیجا گپ از این گپا بسیار پیش رفته. حال یعنی اونا اعلام آمادگی کرده بودن تا که 2 ساعت در مسابقه مانده بود یا بر ما نگفتن که عریف نه، عریف دینه بر ما نشان دادن. خیلی معتقد به هستن که وقت حریف شما در وزن کشی نبوده، به اصطلاح نبوده در سالن، نه طبق قانون باید در وزن کشی باید باشن تا هر دو ورزشکار وزن همدیگر ببینن، قناعت هر دویش حاصل شد و بعد مسابقه برگزار شد. میشه مثلا یکی از حریفات 10 کیلو به گفته شما وزنش کم باشه یا زیاد باشه یا متفاوت باشه. وقتی که حریف در وزن کشی نبود، شما با عنوان یک ورزشکار بسیار با تجربه، کسی که سالها رفتین در این مسابقات شرکت کردین و آدمی نبودین که نو رفته باشین در این مسابقات، بله. چطور متوجه این مسئله نشدین که ممکن است زیر این کاسه یک نیم کاسه باشه؟ معمولا یگان حادثه در همچون مسابقات سازمان های بزرگ دنیا هم رخ میده. مثالش یک مسابقه خیلی بزرگ در UFC از داغستان، قهرمان خیلی مشهور داریم ما شما. در روز وزنکشی که باید وزنکشی شد، تصادفاً یک حادثه سر از این ورزشکار شد. ولی مسابقه‌اش هم سر میلیون دلار بود، کل دنیا بیننده از مسابقه بود. این حال ببینه که آیا عمله سر از این ورزشکار آمد، خب متوجه باشه، یا تصادف بود، یا تصادف بود، یا سرش فشار آوردن، یا بزور بود، یا پیسه دادن برش. چی گپ بود که چرا روز وزن کشی، سات وزن کشی یک دفعه مسابقه خراب میشه، را میبرن تون شفاخانه میبرن؟ تماس داریم. این حال گپ ها اینجاست. یک دقیقه، می سوال بسیار زیاد مهم است. سوال اینجا است که من ایتو احساس کردم، با وجود که تجربه داشتم، اکثریت وقت عریفا در وزن کشی شب وزن کشی نمی باشه، یا رسیدگی کرده نمی تانن، یا ناوقت می رسن، سبایش می کنن، مشکل نیست. ولی ما بنا به گفته های خود رئیس سازمان ما منتظر ماندم، اگر نه اما شب ما نشر می کنم که عریف معاذر نشد، معاذر است. خب یعنی اصل مشکل از سازمان بوده دیگه. اینال گپ اینجا است، اونا هماهنگی کردن. گپ اینجا است، باید دولت افغانستان، اداره ورزش افغانستان، وزارت خارجه افغانستان و سفارت افغانستان در روسیه در برابر یک بی تفاوت نباشند. کسایی را که مسرشان انتقاد دارم، یا باید زیر پایگرد قانونی قرار بگیره، خود سازمان زیر پایگرد قانونی قرار بگیرن، رئیس سازمان زیر پایگرد قانونی قرار بگیرن که چرا، به کدام دلیل، به کدام گپ
ای عریفش تغییر میکنه. تا دو ساعت پیش هم شما از عریف سابقش گپ میزنید، بعد از یک کس دیگر رو میارید داخل میکنید. این باید واضح شه و تحقیق شه و از ما هم سوال شه، از او هم سوال شه که ایجا کی بگناه مبره، کی بگناه مبره. یک تماس داریم، همیشه حق کوشش میکنیم بدیم به بینندگان عزیز که پشت خط نمانن. من هم میفهم دوست عزیزی که پشت خط هست صدای ما رو میشنون یا نه؟ بله بفرمایید. بفرمایید صدای ما رو میشنوین، نام شریفتان و بفرمایید از کجا تماس گرفتین. بفرمایید رحمان لاهو هستید. آقای لاهو، به به، ما خیلی دوست داشتیم شما در برنامه امشب همراه ما می بودین، خب متاسفانه نیستین دیگه. خیلی جالب که تماس گرفتین، بفرمایید. سوالی که سلام آقای رجمی، سلام با تمام بیننده های برنامه تان، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. ما بله بفرمایید. خب لاهو صاحب، خوب شد که تماس گرفتین. من نمی‌فهمم کجا هستین، جایتان هم اگه میشه لطف کنید بر ما بگوین که از کجا تماس گرفتین و ای که ادعایی که آقای مبارز مبنی بر از ای که در مسابقه ایشان و تبدیل شدن حریفشان از یک حریف قوی به یک حریف ضعیف شما مستقیما دست داشتین، نظرتان در این زمینه بفرمایید. تشکر آقای رحیمی. من اصلا در شهر کوپنهاگ دنمارک هستم، یک فاتح دوزر هستیم. من میخاطر نحو در یوزاو در اینجا یک هفته هیچ وقت نتونستیم تماس بگیریم، با این که روشون دکتر بود، زای بزرگی با فامیل ما شده. و در مقابل ادعای آقای مبارز مثلا گفتم کنیم که ادعا یک تومت است، یک تومت به تفلان است، تومت به چار غیر ایرانی است، غیر اخلاقی است، غیر مسلمانی است. برای اینکه یک نفر بدون ثبوت و بدون شواهد برای شخص دیگه که امروز در یک وطن نان خورده، این دور از عنانه افغانی ما مردم است. و من ادعای ما در این مسئله مطلب ما این است که آقای مبارز باید گفتن که خیانت ملی شده. کدام خیانت ملی؟ وقتی که یک ورزشکار و پول شخصی سه نفری که دوبار دوباره در مسابقه رفت، پول شخصی اونا رفته، در صفحه فیسبوک تشکری میکنه که آقای نادر از کمپانی الکوزه تشکری، از فلانی تشکری. خب اول اینا باید از اونا پرسان کنم که چرا این طور کار در مقابلشان شد. دوم من این فهم که ما چی رفت دهی؟ ما چرا دهی مسئله آمد؟ ما در شهر مسکو نبودم امروز، ما در صد متری شهر مسکو در خانه خودم وقت کلایم آرام وقت خود تیر میکردم که مرا به اساس در خیانت ملی نام مرا انداختم. مسائل تجارتی را ما باید از مسائل ملی باید درک بکنیم. یه ایست که آقای مبارز خودش ایستان های فهم، یه ایست که مردم افغانستان دوستا ساده فکر میکنه و فکر میکنه که ای اشکی بگره با چشم پرد مردم افغانستان ایران قبول میکنه. و آمد این سردی یک سوال از آقای مبارز بکنیم، نه چی کاره هستم که به این کار بسنم بس بزنم. من رئیس کمپانی و ایفیس هستم یک، نه اسپانسر از این برنامه هستم دو، نه از این برنامه ما خبر داشتیم که در مسکو اینا ما یک شهروند شهر مسکو تو خبر نداشتیم که شما مسابقه برگزار میشن، نه در تلویزیون دیدیم نه در ریکلام تلویزیون بازش کاره دیگه ما که میمودم قبل از آقای مبارز اومدن کل ما خبر میبودیم، از خودش همراه حریفش پیش از پیش بند میبود ما خوش میشدیم. ما کمک های کردیم، بلا نمیگیم کردیم، اگر کردیم در مقابل آقای مبارز نیست یک افغان کردیم. ما او را از میدان اولی گرفتیم، در خانه خود را در اوتل زای برزای کردیم، ایره را تفاهمیش نیست اگر افغان باره بودیم، از بانای دیگر خبر کردیم، چون یک دوانی هستم که فعال هستم و مطرح هستم که می فهمیم انتشار نمیم. آقای لاهو، من ارتباط با کمپانی و ایفیس ندارم، من ایفیش از من و ایفیس هم نیستم، من هیچ کاری در این برنامه نیستم. من ایفیم که چرا ایتور منطق ضعیف تفاگر میزنم، من ایفیم نیفهم چرا. خب اجازه میدین که من یک سوال بپرسم از شما؟ بفرمایید. آقای مبارز معتقد به هستند که اینمی برنامه ریزی که در اونجا اتفاق افتاده و تغییر و تبدیلی که در واقع ایجاد شده از کابل برنامه ریزی شده و از اینجا رهبری شده و در واقع از همینجا شکل گرفته و تا روسیه. فکر میکنم یک تخیل بیش نیست.
به خاطر از اینکه آقای مبارز همیشه در برنامه خود شما در خالویشان زد بودین سبب یکی است که سازمان جهانی فیفه سازمان بزرگ فیفه آقای در این سازمان خستک یا این سازمان بزرگ است این سوالش جواب بتن دون در این سازمان بزرگ جهانی اگر از سر کچه نیست بزرن خیلی سال باشین دامو از این وطنی میرسن مکسیز بگن این دیگر خیلی سازمان جهانی نیست یک سازمان سرچوک است در سازمان سرچوک قلبه میشه کار اخلاق میشه و هر خواهی امکان داره اونا این کنسیز آقای مبارز تنها در این سازمان اگر در تفتش میشه تنها در این سازمان مسابقه میده این سازمان در خود روسیه هم مطرح نیست به این مسابقه پیده که اینها کردن حتی ما در تلویزیون روسیه ایره ندیدیم در هیچ تلویزیون روسیه ای نشد نشده بفرمایین اگر هست شما در یوتیوب در دیگر جدی بیدین اگر کدام مسابقه هم رای لوگوی کدام تلویزیون بود ما هم رایتان موافق هستیم ما حیران هستیم که شما در تلویزیون افغانستان ای دفتن نشد شد دفتن اعلام شد خودش بر ما یک معما است که چرا تا کار شده و ما مسئله از این که این سازمان اگر یک قدر فقط و خورد است دیگر از این باره تکران کنید و مسابقه دیگه که در خبخات کرده بود که به حال هم در جریده و مجلاح روسی و در اخباره و اینا بسیار زیاد شد که افغان تقلب میکنن در خبخات که او بچه بیساله هم روش مسابقه کرد چه خود کمان لاغو نبود شما بفرماین در تلویزیون لایو هم میده کمان برنامه مسابقه را نشان بیتین ما بگیم که کورم باشه که بچه را بیده بچه 9 ساله 10 ساله که یه دون ریکارد در برنامه ورزشی خود نداره در مقابل ورزشکار ما 15 ریکارد داره و میگه ما قهرمان جهان هستیم دیگه این خودش یک معما است برای ما هم معما است که چرا تو میشه شما خواهش ما از دیگه از من نشنوید تماس بگیرید من یکی از ورزشکارهای ارفایی و پروفیشنال وطن ما که ما در وطن خود نام خدا بسیار جار بودیم از اونا خود هم خانون ایمیمی را پرسان کنیم که ورزشکار پانزه خود پیشتر باید قرارداد بسته کنند سی روز پیشتر با مسابقه باید حاضر شود قرارداد باید بسته شود وقتی که حریفش بدرش برابر نیست یا ایست که حریفش در میدان حاضر نمیشه باید اون همون جنسیتر قرارداد فرق کنند خب باید مسابقه رو بکنند بیاره اینکه قرارداد نو بسته کنند درست درست نو بسته کنند حریف نوی خدا کنند تشکر تشکر آقای لاهو خیلی ممنون تشکر کل حرفا رو گفتین و در واقع اونا رد کردن آقای مبارز گفتن که اصلا نبودن دست نداشتن و من پیش از اینکه تو بگی من کل گپای شنیدم من میخوام خودم جواب بدم از اول تا آخر در قدم اول تشکر میکنم از هر کسی که ایرا از اروپا وصل کرده ای به شبکه که بیش از چند ولایت اون نمیگیره و از اروپا در شبکه وصل کرده از او تشکری میکنم به هر حال و دویم دیگه میایم سر گپای ابتدایش مبارز کسی است که دینمی جامعه جنگ زده 40 ساله افغانستان با اینمی درد و خاک و دود اینمی وطن پرورش یافته کلان شده و فرد فرد خرد و کلانی جامعه مبارز هم میشناسه که اخلاقش چه رقم است اخلاق اجتماعی چه رقم است تقوایش چه رقم است رسالتش چه رقم است و در مسکو ما 10,000 افغان داریم 10,000 فامیل است و سریعا امروز در مرام کلگی در افغانستان خودشان میشناسن اخلاق خودشان از فامیلشان از هر نگاه برای مردم اگر افغانستان رو میشناسن به مردم افغانایی که مسکو هستن از هر لحاظ اخلاق اجتماعی تقوا و ایمان و گپ سخنشان معلوم دار هستن و به یک سوالشان که اکثریت افغان ها اونجا از اخلاق اجتماعی ازی شکایت دارن و دیگر نقصی که دارن یک گپ واضح سی رسما جاسوس هسته در
مسکو و عکس چندین افغان ها را ای به نام داعش و طالب دگیر امنیت چیز داده و جزا دیدن و چندین نفر پولشان به می رقم ای گپای است که یک چیز داغ است که افغان ها اوجه بر ما گفتن و شکایت کردن. ای یک موضوع که خیانت ملی را در برابر افغانستان کرده و ویدیوهایی را که ما شما در صفحه اجتماعی چیز کردیم و این را ثابت ساختن که خیانت و معاملگری وظیفه سابقه از این آدم بوده که ما شما پیشتر هم ویدیو را نشان دادم. به خدا اگر او آدم هم بشناسم از اروپا یک ویدیو را نشر کرده که ما در مکریان بودیم که یا همسایه ما بودن برادر ما رد کرد. اگر همین مسائل شخصی را که از او را که تا آخر ماندی اصل میمان برنامه ما هستم از او را که از اروپا گپ شمش نوی از ما را هم گپ ما را بشنو لگای رضا گپ ما نشیندی باز ما چوکری لا میکنم میرم. به او خاطر از هر لحاظ شخصیت و بگراون و در مرلاو را کلگی مردم افغانستان آل شناخته چیری از نیشه. نه من منظورم که من بحث شخصی نکنیم. حالی او گفت که چرا ما چه کاره هستم که گفتن دخالت نداشتم دوری که شخصی که نشنیم چرا از او را گپای از او را چیز کردی گوش کردی چیزای شخصی نزدن زدن خب ما جواب شانه دادم در مورد سازمان گفتن گوش کن او خب بپسان بود تا یال مدورو سازمان میگه چرا ما این کار بکنم. ما دوباره که رفتم مسکو وقتی که من میرفتم یه آدم برای من مسیج کرد که من کلان افغان در مسکو هستم و من یک تاجر خیلی بزرگ هستم و این طور هستم و من را در سازمان معرفی بکن که من تکت های طور اوجه بفروشم و افغان ها را دعوت بکنم و ما به خاطر از اینکه امیر افغانا کلگی بیا یک پل ارتباطیک بین افغانا باشه یعنی او لاهور شما به سازمان معرفی کرد. بنای ما اکثریت افغانایی که در مسکو هسته از غلام میگن که کلان افغانا در مسکو هسته. او روز در شعبهش که ما ملاقات داشتم گفت اشتباه خودت است که یک بچه کوچه را گفت آوردی گفت در سر قفس آوردی در بال در قفس کشاندی او را در روی سنا آوردی گفت اینجا گفت تو شخصیت ما را زیر سوال بردی. بسیار بزرگای اینجا هست بسیار کلانای قوم هست نماینده اقوام مختلف است یار در جریان نماندی گفت یک کسی گفت که هیچ هویت نداره هیچ کدام برنامه مشخص نداره تو رو آوردی درمل رو بود درمل رو گفته در روی قفس کرد. اکثریت افغانا در مسکو از این لحاظ برای من قفس ای یک نقص خودم بوده که من ایرا گرفتم از بین 10,000 افغان ایرا آوردم در روی سنا آوردم. بالاخره خود گپ چی شد که من ایرا پس از برنامه ایم بلگلست کردم تکتا را که از سازمان فروخت خدا شاهد است که 50% پیسه تکتا را از سازمانی دوزی کرد که این همیال اعتراض خود سازمان هم سرش هسته یک چیز یک قطع هسته رابطه از این امروی سازمان خیلی خراب است دیگه. پول مرا از سازمان گرفت 50% پیسه مرا گرفت دور داد چرا پیسه مرا گرفتیم گفت والا من 3-4 روز از پشت کارهای دوید و میسو کردم ای حق ما میشه اینا ای را گرفت. در اونجا آل خود گپ قطع آمد باید بگویم در نادرشا که آجی نادرشا نماینده الکوزه است و جبارخان و نافع الکوزه یا چند تا تاجرای خیلی بزرگ اون مسابقه دیو مسکه اکسد یا جمع شدن برای ما یک محفل گرفتن هر کدام از یا برای ما پول نقدی گذاف برای ما جمع کردن که یک قهرمان ماستی آمد اینجا بیرق ما رو بالا کردی ای ما توفه برات میتیم همین پیسه را ما شرم گفتم از مجلس ما چرا قم بگیرم میره گفتم بگی در مرخان پیش شد پیسه را بگی باز دو اتاق میگیریم وقتی که پس ما بیرون بر آمدیم پیسه از این تحریسیم این پیسه را کلش را گرفت نصف کرد. ما گفتم اینا خدا شاهد هستن نه دروغ نمیگم اگر دروغ بگویم اینم امروز از این دنیا به ایمان برم که دروغ گفتن پیشتر هم گفتم دروغگوی دشمن خداست. پیسه های مرا گرفت نصف کرد حتی توفایی که مردم برای ما داده بودی گرفت نصف کرد و چرا پیسه ما گرفتی حال خود زحمت ما کشیدی مرق ما میریزانم چرا بعد کدام دلیل پیسه ما گرفتی یک ذره قدش غال مغال هم کدام گفت که والا ما یه جای قدر خود ما بیکار نیستم قضامت کشیدیم تکتایی تا فروختم تا کدم بالا کدم داله که یک تکتا $10 مثالش پیسه را گرفت سر تا افغانا یک تکتا $500 هم فروخت $200 هم فروخت یک عالم از دو جام پیسه را گرفت یو خویا کمیشن کار بود اجت به عنوان تک خروج اینال وقتی که ما
ای آدم از برنامه خود دو طرف کردم، من گفتم او اکثر صدای من نکشیدم در برابر پیسه و معاملات شخصی، من گفتم بعد از شهر مست، اما کردم کوچه بدل کردم، ای را دور کردم، وقتی که ای را دور کردم ای را زور داد، دیگه برنامه که گرفتم و اون از اون اون وقتی دسیسه کرد با یک تعداد فایترهای افغانا تماس گرفت و یک تا فایتر برده مسکو، آمد اینجا آمد دو کلب درای دو کلب درای دسیسه بکو تاکو بالا کو، یکی را رخ کرد تو بگی مبارزه چلن بتی ولی او تک رخ کرد او در تلویزیون بیشی بیام چلن می تو موسو نصرت آخونزاده را وعده کرد که تو را در مسکو برات مسابقه جور میکنم تو میکنم تو میکنم در شرط که تو بگی چیز بکو مبارزه چلن بتی، اینجا یک بی اتفاقی یک بی اعتمادی را بین ما انداخت، او جان نصار احمد وطن دوست است وطن پرست است، او را برش مسابقه وعده کرد که تو بگی مبارزه چلن بتی ما برات مسابقه جور میکنیم در مسکو میتال می بالاخره خدایی بود که پایش از نایت فایت که ولی اوتاکا برده بود اینمو تو غلطی کدمه کرد، اونمو تو غلطی در نایت فایت کرد، پیسی تکت های نایت از نایت فایت هم تکت گرفته بود که من افغانا رو در مسابقه ولی میرم و تکت های از دوار هم دوزی کرد، نایت فایت اینمیال ولی اوتاکو درمال بلک لست کردم کشیدش از مسکو، این جای پای اینمیال مسکو در مسکو درمال نداره به مسابقه یک آدم قاچاقبر دروغگوی جاسوس کلگی مشناسه، اینال یک گپ دیگه برات میزنم، تو با هر کسی ای تو بسراب میگم که با یک هر هموطن ما در مسکو با یک افغان حتما ارتباط داره، در افغان هر کسی که هست یک ارتباط بگیره که همین درمل چه رقم انسان است در اونجا کلی با مسابقه یک قاچاقبر و جاسوسی را میشناسن، این کدام شخصیت و چیز نداره، خب من ناگهان در فیسبوک مرا بازی داد که من کده زیر ارتباط گرفتم پسان و یا تزیر که شناخته میشید اینال ای دسیسه ها کدن ای را خو از سازمان های مسکو هم یه بلک لست هست اید نمیتونه در نایت فایت هم چند دور شد که مسابقهش برگزار شد چرا ولی اتاک نرفت نبرد، چرا دیگه کسی که وعده کرد در اوفس نرفت، چرا در دیگه سازمان نرفت، ای را به مسابقه یک چهره تقلب کار دوز ای را بیخی بلک لست کدن، حال ای دیده کمی شهرت و محبوبیت و دستاوردهای ما چه رقم مبارزه بدنام بسازیم چه رقم بدنام بسازیم، این تو یک دسته، حالا وقتی که میگی که از اروپا چیک میزنی که من در این برنامه دست ندارم سازمان دست داره دیگه هم چی میگن هم دور برای ما دست داره، خب بیا در میدان در آی، حالا من خود اعتراض خود کردیم ولایی که درمل باشی ولایی که رئیس سازمان باشه احمد باشه دور برای باشه کسایی را که نام گرفتی هر کسی که باشه ما میخواهیم که اینمی واقعیت برملا شوه اینمی جا عاملین اینمی قضیه باید جزای خود ببینه، اگر جزای خود نبینه من اینمی هر روز با این صدای رسای خود این مطبوعات این فیسبوک صدای خود میکشم و به توجه رئیس جمهور میطلبم در از وزارت خارجه از چی میگن از اداره ورزش افغانستان از می هموطنای خود کمک میطلبم تا که عاملین قضیه را پیدا نکنیم، درمل که میگم ما گناه ما خوب مستقیم سر درمل اعتراض کردیم به دلیل از اینکه یک سند هم پیشم دارم، میتونید که سند نداشته باشم سند هم دارم که این سند کی رو میکنین سند باز ای از خود وقت داره که ویدیو هست خب او را می چیز میکنم بعد از او باز بیا در میدان درای وقتی که چیز نکرد او سند هم که چیز چی میگن باز اگر ای کدام میشه اعتراض قانونی داشت یا این دست نداشت یا این دست نداشت هر کسی که باز بود باز گپ مشخص شد پیدا شد من فقط عاملین دسیسه بزرگ این مسابقه ما میخوایم پیدا بکنم خب این گپ میزنیم نمیفهمم حالا یه گپ دیگه است خب گوش کن حالا به این وقفه داریم مقصد خب یک وقفه کوتاه رو ببینیم یک وقفه داریم انشاءالله بحثای دوباره ببینیم خب با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز با ادامه برنامه نظرسی در خدمت شما هستیم آقای باز محمد مبارز مهمان امشب ماست مبارز صاحب در بخش قبلی در مورد مسائل مختلف صحبت شد آقای لاهو هم تماس گرفتن و صحبت هایشان انجام دادن سوالی که شاید برای بینندگان عزیز هم مطرح باشه و خیلی همین سوال از خود بپرسن که اگر قرار بر یک همچین اتفاقات عجیب و غریبی که در مسابقه شما افتاد حریف شما تبدیل شد و تا لحظه آخر
هم شما میگین که من خبر نداشتم که حریف ما تبدیل شده، همچنان اتفاقات بیفته، پس این کسایی که هماهنگ کننده مسابقات شما بودن، بالاخره یک تعداد ما بودن اونجا که با سازمان هماهنگ میکردن و در روز برگزاری مسابقه یا وزن کشی همراه شما بودن، اینا نقششان چی بود؟ پس اینا بیش از حد غفلت نکردن در این قضیه؟ سوال خیلی دقیق. پیش از اینکه جواب این سوال بدم، دو گپ در مال راه را دیگه میخوایم دروغش را افشا کنم. یکی گفت که مسابقه در تلویزیون نبود، لایف نبود. دالی که در روسیه گفت لایف نبود، در روسیه لایف نبود که دالی که هم در روسیه لایف بود، از طریق همون چینر رو روسیه کل دنیا دید که هموطنهای ما در اروپایی را ثبت کردن، از طریق چینر رو روسیه ثبت کردن، در امریکا ثبت کردن که در صفحه اجتماعی و از طریق تلویزیون روسیه، تلویزیون یک افغانستان گرفتی را لایف چینر لینک شخری لایف نشر کردی، یک دروغ کلان دیگه از این خائن ملی. و دیگه ای میگه که در یک سازمان چطور تقلب صورت نگیره، چطور تقلب صورت نمیگیره؟ در دستهای ریاست جمهوری تقلب صورت میگیره، در یک سازمان اجتماعی صورت گرفته نمیتونه تقلب. در این خیانت بزرگه که در چند روز پیش در شفاخانه 400 بستر که در نزدیکی ریاست جمهوری است، در اوجا با تمام امکانات و امنیتی و گپ و سخن 20 تا مهاجم خود پیش از پیش جای بجای میکنه، 400 هموطن ما را در خاک خون میکشانن با تمام طهر برنامه ریزی شده. این امکان داره که بیخی یک چیز سنت جور شدگی که پیش از پیش کلگی تنظیم میشه، کمرا گل میشه، حتی خود دکترها دست به کار میشه، در جمع ماجما میپیونده. این امکان داره 400 نفر هموطن ما را، 400 مسلمان را در یک شفاخانه به قتل رسانده میشه؟ این امکان داره در یک سازمان اجتماعی تقلب صورت گرفته نمیتونه؟ امکان داره دست توار خائنای ملی که بود در سازمان چی که در سطح ریاست جمهوری ها می خیانت صورت گرفته میتونه تقلب؟ حال سوال پیشتر سوال خودت، ما اعتراض ما اینمی است که درمل است، اگر همکارای ما است، اگر بیادر ما است، اگر رئیس سازمان است، باید ایگب از طریق دولت افغانستان پیگیری شود، از طریق مسئولین دوره. راههای اساسیش کدام است؟ راه اساسیش مدین روز که اداره ورش افغانستان ریاست تربیت بدنی ملاقات داشتم، رئیس تربیت بدنی را گفتم من اعتراض دارم، ما به مسابه عضو اینمی خانواده، اینمی جامعه ورشی، اینمی تربیت بدنی، ما عقل خود از شما میخواهیم و از طریق قانونی باید این گپ ما روشن شود که کیا در برنامه ما دست داره و مشخص شود، قانونی تعقیب شود. رئیس تربیت بدنی گفت که تو اعتراض تکدی، ما مکتوب نشته میکنیم، مکتوب در اداره امور، از طریق اداره امور در چی میگن، در وزارت خارجه، وزارت خارجه ما یک آیت تعیین میکنیم، یک آیت از وزارت خارجه رسما یک آیت بره در سفارت افغانستان مقیم مسکو، اونجا دیگه آیت تعیین شوه، امنیت خود چیز در جریان مانده شوه. و روسیه سازمان، رئیس سازمان و اگر او که سر دوستای ما چیز میکنن، همو دوستای خودم اونم کل اگه باید در میز محاکمه زیر استلام قرار بگیرن تا بالاخره گپ روشن شوه. برای ما هیچ قابل شدنی است به نظرتان؟ چرا نیست؟ 100% است برای ما. یه منظور میز شدنی خواست، آیا عزمی برای از امریکا وجود داره؟ مثلا دولت کار خواهد کرد؟ 100% چطور نیست؟ هیچ امکان نداره که کار قانونی تای مراحل شاید امکان نداره. برای ما قابل گذشت، برای ما قابل عزم کردن اینمی گپ خیمی یک جفای بزرگ نه تنها در برابر ما است. من قبلا نام گرفتم، او شو تنها دل ما را نشکستاندن، او شو دل هزاران هم وطن ما که پشت تلویزیون ها ششته بودن میخواستن به شمول خود در احمد محمود این مسابقه ما ببینن، کل اگی را رنجاندن، کل اگی را جگرخون کردن. این پس درمال میگه که این خیانت ملی نیست. چطور یک صدمه در یک ملت که برسه، در بیرق افغانستان صدمه برسه، به نام افغانستان صدمه برسه، بدون شک خیانت ملی است. من اثبات میکنم این خیانت ملی است و این خیانت ملی مرتکب شدن، باید این خیانت ملی. اگر مسابقه نمیدادین چی میشد؟ یعنی بدون از اینکه در مایک صحبت کنین و بگوین که حریف ما تغییر کرده، مثلا من به می دلیل مسابقه نمیدم، اگر اصلا حاضر نمیشدین چه اتفاقی؟ اون را خب باز بر من مایک نمیداد. من خب تصمیم من میگم ایج در مایک گپ نمیزدین، ایج میگفتین خب حریف ما، او حریفی که میخواستم والا خب دل ما را اینیست در میگرفت که من گپای خودم نمیگفتم برای اما تا که گپ واضح میشد که گپ چی است، وقت کلگی مرا متهم میکرد، یا خود تصمیم شمی بود که باید گپ نزنه. همراه عرفتان گپ صحبت نکردیم. کدام عرفتان؟ امی که آمده بود که چرا آمده؟ او عرفم نبود،
از وام سند دارم کوچی گفته در ویدیوش. برای ما از مسکو سند آمده که امی جولی را که آوردن از مسکو پیدا کردن برش پول دادن. از این امی هم ویدیو دارم که چی گفته. خب متوجه باش. این حال گپ اینجا است که ما او را عریف خود ندانستیم و عریف خود نمیدانم. ما زدن از او افتخارم نمیکنم. اون وقت هم گفتم من او کپ هم گرفتم بر از او دادم افتم بانم بی 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 یک جوالی غریب است نه آورده همی کپ هم برا در بازار بفروشه که پرده و چاری از می شود. من چی گفتم من افتخار بو کپ بگیرم بیارم در افغانستان در چی از او افتخار کنم؟ من خود مسابقه نکردم، من خود کسر نزدم، این تو کدم او را همون تامخته کردن خود انداخت. کل گپ دایی هسته که یا می خواهند که مبارز بدنام بسازن. چرا؟ مبارز آل میگم چرا؟ بسیار خوب سوال کردی چرا؟ این بسیار چیز داره. مرا میخوان که ما اینقدر شهرت کشیدیم، محبوبیت پیدا کردیم و این داد خداست برام که هم مسئول MMA افغانستان هستم و هم از فدراسیون ورشای رزمی هم بالاترین ریکورد در افغانستان دارم. در خوبترین سازمان های دنیا ما فایت کردیم. شما شاهد هستین که در سازمان عربا ما فایت کردم، در سازمان امریکایی ها ما فایت کردم که در عریف امریکایی و مچم برازیلی و سویدنی و جرمنی و قزاق و پاکستان اینجا کدی کشورها ما مبارزه کردیم. اینمی یک عالم زحمت کشیدیم، عرق ریختاندیم و یک عالم خواهشات نفسانی خود در این را ما قربانی کردیم که خداوند این زمینه را برابر بر ما مساعد کرده و هر کس خداوند میته برابر نیت و قلب و دید و تواناییش میته. بر هر جاسوس و بر هر خائن و ملی خود نمیته. این گپانال ما اگر پیش شما چیز باشم بفرما ما تابالی مرا میگه که اخلاقی غیر اخلاقی کار کرده. دمی شار براین در بین جامعه ورشید این بسته شار در بسته افغانستان براین تابال کوچکترین کدام حرکت به جای در برابر کسی که کدام اسناد داشته باشه کسی از بد اخلاقی و گپ سخن من جرم زبان میکنم. در حالی که هر کسی که در محبوبیت و در شهرت رسیده از محبوبیتش از شهرتش از زمین ها استفاده کرده که دعا جرم و دعا فساد مشکل همین محبوبیت و شهرت شما هست. اینا تحمل نمیتونه، اینا چیز دیگه است. ما خود گفتیم ایره که ما بگویم نگویم ایره ملت افغانستان درک میکنه که مبارز رشد کرده، مبارز محبوبیت پیدا کرده. ما امروز ایره میتونم بصراحت بگویم کسایی که میگه منو معمو موجودیتشان از زیر سوال در مال لاهو چه باید کار کنه. تاریخ افغانستان دیناروز استاد مستاز واسه قیمی گفت که بچیم تو دیگه پا مایس نباش. به دلیل چی گفت؟ در تاریخ ما دمی تاریخ ورزش افغانستان گفت یک ورزشکار مثل تو وار محبوب تیر نشده. گفت اینم یالا بیا میام فرض میکنیم میبرایم دمی شار میبرایم. این نیست که ما خود صفتی کنیم، دمی شار میبرایم خرد و کلان پیر و جوان زن مر دور میخورد در گرد ما جمع میشن عکس میگیرن که ایلا تابال در ایج ورزشکار افغانستان تکرار نشده و تکرار هم نخواهد شد. و اینمی دشمن ما دشمن از یا محبوبیت ما است. این محبوبیت و دستاوردها و افتخارات و سر صدای ما اولین ورزشکار هستم که از طرف رئیس جمهور افغانستان اعلیترین مدال دولتی را میگیرم و اولین ورزشکار هستم که با بزرگترین در محفل بزرگترین محفلا از طریق شخصیت های ملی معاون رئیس جمهور تاجرا ما تقدیر میشم. این برای عریفای ما قابل عزم نیست. ما اولین ورزشکار هستم که در اعلانات ها ظاهر میشم در مطبوعات. این هر دقیقه که مرا میبینن این برشان یک خار چشم است. خب اینالی شما یا مجبور هستن مکلف هستن این حقشان میدانم که اینمی اگر آقای لاهو مثلا احمد علی اوتک میبود یا فرزن بانان مثال سخی زاده می بود یا یک کسی دیگه که در هم سطح شما می بود یا هم تراز شما می بودن می آمدن و این کار می کردن. در من لاهو خود در روسیه زندگی می کنن. در من لاهو خود ولی ما تا سوال تا آخر گرفتم بخاطر کلمه شما خمی گپ سر گپ بذاریم تا آخرم می رسیم. در من لاهو حال می خواهد که از وجود یک تعداد ورشکارای ما سوء استفاده بکنه، از تواناییشان سوء استفاده بکنه و یارا به اینجا ما یک سوال میکنم. در من رو چه کار است که در MMA افغانستان میاد به این جوان ها مداخله میکنن؟ ای را کدازو میپرد تو را تاجکستان میبرم چه کار است؟ اینجا اداره ورزش افغانستان است، فدراسیون MMA افغانستان است، فدراسیون ورشای رزمی افغانستان است. مسئولیتش در دوش ماست. ما هر کار خب شما خودتان گفتین مقصر ما هستم که این معرفی کردم. دقیقاً ما به مسابقه یک تکت فروشی را معرفی کردم. من نفهمیدم یک تکت فروش در روی سنه میاره میقدر استفاده جویی بزرگ میکنه.
ما به خدا برات قسم میخورم که ما صرف به خاطر تکت فروشیم که این بر ما خود کلان افغانا معرفی که دالی که اوجه این افغانا اوجه میگه میگه 30 سال از ما اوجه زندگی میکنیم بنام در ما لاو کس رو نمیشناختیم ولی میگه ایره تو بودی که آوردی در روی سنه هم در سر ما ایره چی ساختی بادار ساختی هم در افغانستان را دادی شد پیش از او در ما لاو رو تو میشناختی پیش از اینکه ما مسکو میرفتم ایج افغان بنام در ما لاو کس نمیشناخت ای یک کاچاقبر هست یک جاسوس هست یا خائن ملی هست آله که هر چی که بکنه مبارز ایگه پا تحقیب میکنه از آبرو عزت ملت افغانستان از احساسات پاک ملت افغانستان من دفاع میکنم من ایگه پا تحقیب میکنم آیا تمام سازمان های دیگه که مسابقات مبارزات آزاده برگزار میکنن میشه یا پتانسیل از امیر داره که امیر کاری که در قبال شما شد در دیگه مسابقات هم شود اگر واقعا مثلا یک سازمان به نام OFS که شما به عنوان یک چهره شناخته شده ورزش افغانستان اعتماد میکنید میرین در اونجا مسابقه میدین و وا این کار میکنه آیا در سازمان های دیگه هم باید اتفاقات بیفته دیگه؟ من خود تنها اعتراض من سر درمر لاو نیست ما شما باور به خدا کنید که زامتی که من در تایلند میکشم رفتم کشیدم و میکشم این فشار که سر من بعض وقت عدسته که سر من فشار میاد امی رنگم تغییر میکنه بیخی اگر رقم دست پایم سست میشه خصوصا در دوشای که دوشای صورتی میدوم بسیار ثقیل داشت میکنم سر خود فشار میارم از امو بیخی حالتم دیگرگون میشه میگم امی زندگی بیخی بعدم آمد چی میکنیم ورزش و امی چیز قهرمانی ری لاک و باز میگم نه هر عرق که من میریزانم این یک خوشی در چهره یک هموطنم باعث میشه این چیز داره نمیکنم ایلا ما این زامت های ما اینقدر زامت کشیدم اینقدر مصرف کردم رفتم در تایلند و در گومید رفتم کل هموطن های ما هزاران هزاران بر ما پیام میتن کومنت میتن نه منظور منظور من این مسابقه نبود من موجه میم من یک گومید کردم میرم در این سازمان اعتماد میکنم که مسابقه کنم مردم رو ببینی اگه افتخار کسب بکنم بیرق بلند کنم بازی جبیه یا خیانت در برابر ما شه ولی که برای سازمان باشه ما خود دیگه در سازمان خود هیچ مسابقه نمی کنم در زندگی هم نمیرم این خود از ما خلاص شدی از درمر لاو شد خلاص دیگه این که سازمان بدون شک در این گب نقش داشته و درمر لاو نقش داشته وقت درمر لاو سر هم همکارای ما اوج این چیز میکنه بیای همکارای ما بیا اوج دلست بیا از وان پرسان شد من کدام گپ ندارم مگه من از همکارای دفاع کنم این برام شاید اشتباه باشه نه ولی که بیادرم باشه استاد ما باشه باید بیان در روی سنه بیا زیر استلام بیا از یاد پرسان شد این برام هیچ چیز مرم شاو روز خونه برای تا که نمی گپ من تعقیب نکنم پرسان نکنم و گپ دیگه سازمانامون ما خب پیشتر برات گفتم که تقلب در سطح ریاست جمهوری ها و در سطح امپراتور ها دسیسا تقلب ها صورت میگیره در سازمان ها بدون شک میشه دیگه پا عریف تغییر تبدیل میشه عریف مثالش تمرین میکنی تمرین میکنی عریف دست میکنه که اینمی چیز شده حاضر نمیشه میگه والا دست شوگار شده پای شوگار شده ایگه پارا کس دیگه میاد ایگه پارا خوب خوب سازمان ها چیز داره درست. چی میگن تجربه شده داره حالا ما شما میجا مسابقه چند بار برزا که عریف ها تغییر تبدیل نشد خوب درست خب من هم فهم وقت اضافه هم همکاران ما خیلی زیاد لطف کردن به ما آقای مبارز از وقت برنامه ما خیلی گذشته خیر بونه چند دقیقه بعضی گپای دیگه حرف خیلی مهمه که در افغانستان چی است حرف مهمی است که در افغانستان یک تعداد از شخصیت ها خود شخصیت میگیرن ولی یک تعداد ورزشکارای ما را سوء استفاده میکنن یک تعداد ورزشکارا را غیر مسئولانه حمایت میکنن رشد میتن در برابر یکی دیگه حال یک گپ اساسی دیگه این شده که به خدا این بر ما کلان تشویش شده حال از ورزش استفاده سیاسی میکنن و ورزش بردن در طرف قومگرایی بردن ورزش در طرف بی‌عزتی بردن در طرف مواجه کردن کی تاجک از این پشتون است این هزاره است این سون است و یک تعداد به جرم تاجک بودنش چیز میشه تهدید میشه و در حقش خیانت میشه حقش خورده میشه یک تعداد به جرم پشتون بودن یک تعداد از جرم هزاره بودن اینمی یک تعداد خائنین ملت هستن مثل درمل لاو واره که در رست خدا میگیرن اینمی قاچاق برای اینمی جاسی ها اینمی باندای مافی
سری کار کرده رایستن و از وجود اینمی ورشکارا سو استفاده کرده رایستن و ای تو نیسته که اینمی باند مافیا چهرهای باشن کس نشناسن در روی صحنه نباشن، چهرهای خیلی سرشناس هستن کلگی مشناسن که ای باند ای قاچاق برا کی هستن و این مافیای ورزش افغانستان کی هستن که سره ان کار کرده رایستن بسط دولت، بسط پارلمان یا چیزشان هست، اما موقفشان هست اینال امی او از بالا خط است. اگر رئیس جمهور در اینجا با اگر رئیس جمهور درست داشته باشیم خوال همی گفت مرا تقیب میکنه دویم این ورزش افغانستان هم ایمان قدر بیزد میشد یه داره حال دو المپیک جور شده یا قانونی خود یک المپیک است. این یک المپیک دیگر او محمود حنیف است کی است او رفته در خانه را در شیرپور کرا گرفته چهار دانه بچه را سر کوچه را جمع کرده یکی را مشاور تعیین کرده یکی را احمد یک المپیک تقلبی جور کرده توی دیگه بیزتی دیگر است که خود دو المپیک بازی امی ورزش ما ایمه این مربوط تربیت بدنی فدراسیون ورزش رزمی تو چی کار داری؟ تو که المپیک قانونیستی به نفوذ المپیکی را اگر داری در کد خود داری همی بازی ها را همی جوان های ایمه میره چرا سو استفاده میکنی هر روز در گرد جمع میکنی؟ خود از این خیانت هست بیان اگر رئیس جمهور یک اشتباه خیلی بزرگ کرده من اعتراض من سر رئیس جمهور است که آیات به خاطر بررسی اداره ورزش و اهل ورزش تعیین کرده کسایی را تعیین کرده که یک روز هم ورزش نکرده کسایی را تعیین کرده که از جامعه ورزشی نیست آگاهی ندارن فقط سوی معامله‌گری میمان و میمان بازی و گپ سخن سون پارت و پارت بازی قوم قومگرایی طرف قرار میگیرن بیا اگر مرا در رسی از او چیز بانن او آیات که تعیین کرده که ما بدون باک از اون مافیا از اون باندا باک بکنم یا بترسم که ما کلمو چهره را افشا بکنم کل اگه جامعه ورشی که خامیال افشا کنید اگر بفهمید نه برای ما وظیفه سپرده شد که ما افشا بکنم بازی یک مبارزه بزرگ است حال رئیس جمهور خود از این خو یک چیز است نه حال رئیس جمهور از من خفه نشه اگه خفه میشه از زود خفه شد خو اگه آیا تعیین میکردی از این جامعه ورشی کسایی که آگاهی میداشت از این درد ورشکارا از مشکلات اداره ورش افغانستان از تربیت بدنی از المپیک افغانستان تو رفتی از یک طرف خاص گرفتی نماینده تعیین کردی حال اینمی نماینده حال چیز تعیین کردی حال کجاست اینمی ها که بیان اینمی یک مشکل بزرگ اینمی جا چیز شد که من تماس بگیرن که این مشکل بزرگ که امی خیانت ملی شده در حق مردم افغانستان اینمی را حل کنه. خب امیدوار هستم که این مسئله بالاخره یک روز آقای مبارز به سرانجام برسه روشن شوه و همه چیز مردم افغانستان بدانن. امیدوار هستم که دیگه اتفاقات برای هیچ ورزشکار در هیچ مسابقه نیفته. پیش از این گفتم آیات که تعیین میشه. من نمیفهم همکاران مگه میشه لطفاً چند دقیقه وقت داریم؟ هر چند دقیقه دیگه هم بون اونجا اون گپ ما بر اساس وقت از ما باید خودت تنظیم کنی. گپ ملی است یک برنامه دیگه ما از زیر خیر پشت سر پرت که گپای بسیار مهم است. نه ما در اختیار از اون هستیم. کل مردم وام بر ما بر از احترام داره وام احترام میذارن و کل مردم پشت تلویزیون ها هستن میخوان از قطار بفهمن یک دقیقه خب کسی را رئیس جمهور یا اداره ورزش افغانستان عیاد ده بخاطر مسابقه شفاف بود کردن مسابقه معنی که تعیین میکنه از یک قوم خاص نباید باشه و آدمایی باشه که از جامعه ورزشی باشه که او قابل تایید ما باشه تو نباشه که یک آدم شخصی که ارتباط داشته باشه که فعلا ارتباطا جریان داره اگر ارتباطا جریان نمیداشت در مر لو امیال خودش در چیز است در اروپا سو چطور در شبکه تریسپور دا پیدا میکنه دیگه زنگای از رخ نمیشه شاید امیال هزار شاید از صفحه خودتون خبر شده گوش کو این بازی لمبر چطور ده امیال هزار علاقمند ما پشت تلویزیون هستم میخواد زنگ بزنه احساساتشون بگه علاقمندای ما چرا رخ نمیشه در مر لو از اروپا رخ میشه ده خب سلامت باشین آقای مبارز سلامت باشین تشکر از شما بینندگان عزیز که تا حالا همراه ما بودین خیلی سعی میکنیم همیشه که توازن برقرار کنیم و در واقع عدالت رعایت کنیم ایتون نشه خدای نخواسته که یک طرف محکوم شوه و طرف دیگه حاکم قرار بگیره تو یک برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم شما را به خدای بزرگ و منان میسپارم خدا نگهدار